تورا میفرماید که ما کجا هستیم؟ ما تو پاراشت کیتتسه، پاراشت کیتتسه هستیم، کف گیمل گیمل، کیتتسه کف گیمل گیمل، کیتتسه کیتتسه کف گیمل یه پاسخ بیشتر نیست تو این پارشه کوچولو. لو یوا ممزر بغل هشم گم دور اسیری لو یوا لو بغل هشم. تورا میفرماید که چی؟ لو یوا ممزر که حرومزاده، نمیدونم چجوری دیگه بشه ترجمه کرد کلمه ممزر را به فارسی، رایت؟ بیخالشون میبینیم که منظور چی هست دقیقاً. نمیتونه داخل قهال هشم بشه، یعنی نمیتونه بیاد یک ممزر. ممزر کسیه که مثلا از یک ازدواجی که اصلا ناشدنیه، بعضی از ریلیشنشیپ‌ها شدنیه، مثلا هر پسر و دختری میتونه با هم یه ازدواج بکنن، ولی خواهر برادر چه خودون ازدواج بکنن؟ یک مرد نمیتونه با یک زن شوهردار ازدواج بکنه. right. so, هر به سلام هر نوع ریلیشنشیپی که نمیتونه اصلا مشروع باشه اگه صورت بگیره، اون وقت بچه که به وجود میاد ممزره. اوکی سو تورا میفهمن که لو یاو ممزر به قلشم گم دور اسیری لو یاو به قلشم، حتی پشت دهمش هم نمیتونه، یعنی لاو به قهال یعنی چی؟ نمیتونه با یه دختری اسرائیل کاشر ازدواج بکنه. رایت لو یا وو سورشی میفرماید که پسوک گیمل لو ایسا اسرائیلیت بیسیکلی وات ایت مینز ایز که نمیتونه بیاد با یک دختر اسرائیل ازدواج بکنه. حالا ببینین این اتفاق میفته وجودن این ممزر تقصیر خودش نیست. ممزر مثلا من یادم من توی اسرائیل که بودم there was a big problem، یه چیزوی پسره بود فاند تو چیزم بود تو ارتش اسرائیل افسر بود، بعد این ممزر بود. چرا ممزر بود؟ یعنی این مادرش بدون که طلاق بگیره رفته بود به کسی که ازدواج کرده بود، و این الان هم تو امریکا هم اتفاق خیلی جای اتفاق میفته. اگه مثلا یک زن و شوهر طبق چیز ازدواج کردن، طبق هلاخا که دت موشه و ایسیال ازدواج کردن، هر جا تو ایران هر جا ازدواج کردن، بعدن بیان اینجا و مرده نمیخواد زنه رو طلاق بده، تفلک زنه استاک میشه. ولی همونطوری که میدونین ازدواج باید که داد موشه و اسرائیل باشه، ازدواج باید طبق قانون موشه و اسرائیل باشه، طلاق هم باید که داد موشه و اسرائیل باشه، باید طبق قانون یهودیت باشه. نمیتونه تا به همونطوری که ازدواج باید با توافق طرفین باشه، طلاق هم باید با توافق طرفین باشه. همونطوری که میدونین مرد اگه زنش رو طلاق نده، زنم میتونه اگه زنه طلاق قبول نکنه مرده از بینه بیستن. اگه اینو معمولا متاسفانه زنها اینجا چیز میشن چون مردا هستن که اذیت میکنه، ولی من چند تا کس میشنم که برعکس زنه نخواسته طلاق قبول بکنی مرده نمیتونه ازدواج بکنه. در صورت این حالا این چی شده بود؟ این نمیدونم کجا تو اروپا زنه از شوهرش جدا شده اومده بود اسرائیل ازدواج کرده بود، به هیچ کس هم نگفته بود که که این طلاق نگرفته ازدواج کرده بود، بچه را برده بود و چه بچه ماشاءالله چیزایی نم بود، حالا این میخواست ازدواج کنه و تو اسرائیل رکورد دارن، تو اسرائیل میدونین رکورد دارن که کی
به اصطلاح لجیت هست که نیست و ربانوت نمیخواد اینقدر تو روزنامه ها چیز شده بود و فلان و چیز خیلی سر این چیز شده بود. افسر نمیدونم ارتش و فلان چرا نمیتونه به دختر این سری ازدواج بکنه؟ دست به تو رسد تقصیر اونم نیست اصلا، ولی اینو بعد اینو چاره داره. این میتونه با کی ازدواج کنه؟ میتونه با یک کانورت ازدواج بکنه، میتونه با یک گرد صدق ازدواج کنه، هر کسی هست که میتونه باشه ازدواج بکنه. ولی این طورا میفرماید که لویا و ممزل، یعنی من وقتی میگه نمیتونه داخل اجتماع با بشه منظورش چیه؟ منظورش رشی میفرماید لویسا اسرائیلیت، دختر اسرائیل با دختر اسرائیل ازدواج کردن شرط داره، هر کسی نمیتونه، باید از جمله ممزر نمیتونه، ممزر نمیتونه به دختر اسرائیل ازدواج کنه. سو بله، پس یه دونه کانورت یا گرسده هیچ وقت پارت اف گاد اسرائیل نمیشه؟ چرا؟ نه ببینید اون اون خودش وقتی این ازدواج کرد بچه آورد، بچه این که وقتی میگه یعنی نمیتونه ممزر ازدواج کنه به دختری که اسرائیل زاده است، اینجوری بگیم، ولی کانورت بشه اشکالی نداره، کانورت میتونه با هر کسی ازدواج کنه. بچه هاشون اسرائیل هست اگه خودش شامل نیست تو همه چیز بشی همین ممزر باید نمیتونه چیز کنه؟ ببینید نه اتفاقی این چیز نیست، نه حتی اگه ممزره همه یه ببینین حالا چرا درای اون تو کیسه اونجوری بود، اینجا تو آمریکا اتفاق میفته، اینجا تو آمریکا ما تو یشیوا داشتیم بچه که اینجوری بودن. مثلا ببینین فرض کنیم اینجا تو آمریکا، مثلا فرض کنیم یه زن و شوهر ایرانی مثلا تو ایران ازدواج کردن کاشر طبق سلخا، اومدن آمریکا، زنه مثلا فرض کنیم طلاق نگرفته از شوهرش، بره با یه آمریکایی ازدواج بکنه، بچه بیاره، بچه ممزره. حالا این بچه ما با داشتیم تو ایش و این اومد بچه ها شد همچین بچه ای رایل بچه ها شد این الان میخواد ازدواج کنه، مسئله داره، بچه ایش و ایه رایل این از نظر ازدواج کردن. ببینیم این ما هیچ وقتش بیکابده نمی کنیم، اتفاقا جالبه تو گیمارا میگه که اگه میخواییم مثلا میخواییم نوارخ بگن کوهن گادول اونجا نشسته و یه ممزر هم اونجا هست، کوهن گادول امهارته اصلا بلد نیست، ممزره تعمید آخامه، ممزره تعمید آخامه، نه فقط شم میتسو تعمید آخام به کدومشون باید بدن؟ به تعمید آخام به ممزره میدن، تو نواره خواهیم بگیر کابودش میتونه خیلی بالا باشه، ولی این یعنی متوجه هستیم، یعنی حتی اگه فولی 100% شما میتسوت باشه این دین ممزر داره و تنها چیزی که هست از ذره ازدواج به هیچ وجه بهش بی‌حرمتی نمی‌کنن، هیچ اینا فقط از ذره ازدواج این نمیتونه با دختر اسرائیل زاده نمیتونه ازدواج بکنه. This is what Torah Tanakh is saying. Torah میگه حتی میگه بچه‌اش اگر ازدواج درست بکنه همچون گفتیم مثلا با یک گرد صدق با یک کانورت چیز ازش کنه بچهش کاشر 100% بچهش چیزی نه بچهش نه این ده پشت که میگه اگر این مثلا اومد حرف گوش نکرد اومد دو دختر ازدواج بچهش هم پاسروله متوجه هستی، ولی اگر he makes the appropriate marriage مثلا با گرد صدق اون وقت بچهش داخل جامعه هیچ چیزی نداره، هیچ لیمیتیشنی نداره. ببینید تورا is very fair، تورا ببینید از دیدگاه تورا تنها چیزی که معیار کاوت تورا توراست که چقدر طرف تورا بلده، واسه این داری ببینید ممزر میتونه استاتوسش چی باشه، ممزر مثلا ببینید تو پرقاوت چی میگه، میگه سه تا تاج ما داریم تو یهودیت، میگه چی شلوشک که تریمه چی داریم، ما ملوخا داریم، پادشاهی داریم، کهانت داریم و تورا، سه تا کتر، سه تا کراون ما تو یهودیت داریم، یکی سلطنت پادشاهه،
یکی کوهن، کوهن کتر که اون هست، کوهن بلد، و یکی هم توراس، یعنی کسی که مثلا تورا خونده تعمید خامه. این ستا کتر تو یهودیت به اینا ارجحیت، اینا مقام دارن. مثلا اینم جالبه که تو میشکان سه تا از چیزایی که تو میشکان بود زر زهاف داشت، از این اساسی که تو میشکان بود سه تاش حاشیه خیلی قشنگی طلایی داشت. چیا بود؟ شولخان، رایت شولخان که وقتی شما تو خوندیم دیدیم شولخانی که لخم اپاریم روش بود زر زهاف داشت، یک تاج طلایی دورش بود. دیگه آرون، آرون زر زهاف داشت، تو قدش اقداشیم آرون که توش دو خود بود زر زهاف داشت. و هم سومیش چیه؟ میزبیخ، نه؟ میزبیخ، میزبیخ قطورت، میزبیخ قطورت اونه ماشین طلایی داشت که هر کدوم از اینا سمبول شولخان، سمبول پادشاه، چون پادشاه میدونی به همه همه کشور اداره میکرد، از نظر چیزشون هم رزق و روزیشون هم مسئولیت پادشاه. مثل این شولخان سمبول چیه؟ شما سمبول پادشاه است. این یک کتر ملوخه است. میزبیخ کتر کهونه است، کهانته. و دیگه چیه؟ و تورا هم که آرون هم که تورا است. مثل این تو پرقاوت چی میگه؟ میگه شلوشا کتاریم هم، سه تا کراون هست، تورا، کهونا و ملوخا، پادشاهی. حالا چیزی که جالبه ببینین، اینا تو بیت المقدس دو تاش رایت تو قدشه، یکیش تو قدس قدشه، تو قدش میزبیخ تو قدشه و شولخان هم تو قدشه، the first chamber رایت. ولی آرون کجا؟ تو قدس قدشیمه. یعنی این نشون میده که جدن تورا مقامش از پادشاهی تو یهودیت، از پادشاهی و از کهانت بالاتره و اون دوتا ارثیه. پادشاه بودن باید حتما از نسل داوید ملک باشه، کوهن باید چی باشه؟ کوهن باید از نسل هارون کوهن باشه. یعنی دفعه یه آمریکایی که بی سواد بوده میاد پیش رابش میگه من میخوام این دونیشن بدم، میگه میخوام دونیشن بدم که منو کوهن بکنی، انقدر میدم انقدر میدم، میگه چی دوسته چی میخوایی کنی؟ میگه ببین من چون پدرم کوهن بود دارم میخوام کوهن بشم. فکر میکنیم کوهن باید پول بده که کوهن بشم. کوهن شدن پولی نیست، کوهن شدن بعد از نسل اونم باید کاشر باشه. مثلا کوهنی که بره با زن مطلقه ازدواج بکنه بچهش کوهن نیست. سو کوهن ارثیه، پادشاه ارثیه، باید از نسل داوید ملک باشه. ولی تورا ارثی نیست، تورا هر کسی اینا. This is the biggest democratic system you could imagine. بالاترین کتر بر جلو همه هست، everybody has equal act. حتی ممزر هر کسی تو گمارا میگه، میگه که این اونجا مناخ باز everybody. ببینید تو هیچ میدونین society you can't have a more democratic system. که in the most honorable position it everybody has access to. همه هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. پدر امارت باشه بچه میتونه تعمید خان بشه، چیز باشه. پدر ممزر باشه، خودش اصلا خود طرف ممزره، تقصیر خودش نیست. بعد این بره به شرطی خودش تعمید خان چیز بکنه، این کابودش از کوهنگادوری که امارت باشه کم کرد بیشتره. بعد دیگه مرا میگه کوهنگادول امهارت ممزر تعمید خان، ممزره اونه که ارجحیت داره. حالا این so this is what the Torah to Nachdusha tells us about. Torah میفهمد لویاو، پس دیدیم که لویاو و ممزر تنها کنوتیشنش چیه؟ ازدواج. هیچ چیز دیگه نداره، با دختر اسرائیل زاده نمیتونه ازدواج کنه. واسه همین این تو ما اینجا تو کامیونیتی اشکنازی ها میکنن تو اسرائیل هر کس که بخواد ازدواج کنه باید تعودت رواکوت بیارن، باید برن رابانوت بهشون لایسنس بده واسه ازدواج، مریج لایسنس.
که مکشور میکنن اولا که اسرائیل باشه و مکشور میکنن که اویلیبله. خیلی وقتا میدونین طرف ممکنه چیز نباشه، طرف این اگه مثلا طلاق درست اصلا بگیرم نگرفتم همچنان میدونم بیا خواهم یه ازدواج بکنم. من کاری که میکنم اما بارو خشم هره میشناسیم، یعنی وقتی میشناسه تو کمیته اسرائیل ایرانی ما هنوز قاطی نشده، بارو خشم بارو خشم میشناسه که هیچ وقت مثل آمریکای ها کم نه داری هنوز بینید تک و توکه نه؟ نه I hope not من تو چیز الان یعنی تو نیویورک یکی داره با دختر ولیعهد ازدواج میکنه. من اونجا بودم صحبت شو میکردم. شایعه هست ها؟ شایعه هست فاین anyway I hope که ولی در هر صورت ولی در هر صورت I don't you know جدا نقدر زیاده ببینین ولی چیزی که هست ببینین the problems are gonna come بچه های اینا واسه ببینین مثلا من وقتی مثلا این براخ عروسی هست بهشون یه پرسشنامه میدم که من اکثرا من میشناسم وقتی میشناسه لازم نیست مثلا پرسشنامه میگه مثلا اسم پدر مادر بزرگ از طرف پدر از طرف مادر چه کنیسایی میرفتن کی براخاشون ها گفته اینا از این اینفورمیشن نمیتونه در بیاره ببینی که جدن بچه این پسر دختره جدن اسرائیل کاشر هستن یا نیستن. بین امریکایی ها it's a big problem outside. میدونین اینی که تو اسرائیل هم میدونین خیلی ربانوت تأکید میکنه روی این که چی؟ که حداقل میدونین جریان ازدواج فقط و فقط انحصاراً دست ربانوت باشه. خیلی هم اینا غیر مذهبی خیلی میجنگن را بشه اینجا، میخوان چیز سیویل بذارن، میخوان چیز میدونین به سلام ازدواج. خیلی از این سلیه غیر مذهبی میرن قبرس اونجا ازدواج سیویل میکنن و در سیویل میرن آمریکا، چون تو اسرائیل اجازه ندارن. تو اسرائیل یعنی ربانوت انحصاراً چیز ازدواج دست ازدواج طلاق دست ربانوته. چرا انقدر مذهبی ها رو این تکیه میکنن؟ واسه که میخوام میدونین نسج قوم یهود به هم نخوره. ببینین اگر اینا چیز باشه اون وقت مشخص میشه و تکیه مثلا پسر که مثلا بلچوبا میشه میخواد بیاد میخواد با یه دختر مذهبی ازدواج بکنه، مکشور بکنیم که این حداقل غیر مذهبیه اسرائیل رایت. اگه کاری که نمیخوام بکنن دیگه اصلا چیز میشه. الان ببینیم مثلا تو آمریکا با این ریفورما کنسرواتیو آدم نمیتونه رو وسط بکنه. آدم این الان مثلا این با ریفورما نمیشه وسط کرد، چون اینا میدونین چیز رعایت نکردن. اینا نه طلاقشون نه ازدواجشون ازدواجه که در موشه درست نیست، نه طلاقشون طبق هلاخاست رایت. و بعدش هم اینا هر کس هر کی بیاد بگیر اسرائیل قبولش میکنن و چیز میکنن. اینا خیلی از بچه های اسرائیل نیستن متاسفانه. و واسه همین این چیکار میکنه وقتی هلاخا رعایت نمیشه؟ این واسه پرود میشه، واسه دو دستگی میشه که اینا برعکس میگن نه شما دارین همه همون یکی هستی، مثلا کتل همه چیز میکنن سر و صدا که اونجا میکنن. It's the same thing. They want to be accepted. میگن ما هم جزء ولی نیستن. وقتی که طبق هلاخا این اسرائیل نیست right. اون وقتی create so many واسه از نظر اصلا جلوگیری میکنه که دیگه اصلا نتونن با هم یه وصلت بکنن. Anyway لو یاوو ممزر بخل هشم گمدور اسیری لو یاوو. پس این گفتی وقت میگه گمدور اسیری لو یاووس اگر این حرف تورو رو گوش نکرده، اگه یک ممزر رفت و با یه دختری سر ازدواج کرد بچه نه ممزر، تو این نمیتونه با دختری سر ازدواج کنه. این تنها ازدواج که میتونه تو کنه با یک کانورت با شیف خاص که نداریم الان right. So مردخی میفرماید که کشو مگیه لپاسخ لو یاوو ممزر بجهل هشم نخپز و اینا کتب و از کرا. اتفاقا یک سوالی مطرح میشه که میگن که آیا یک ممزر میتونه سفر تورا بنویسه یا نه؟ سفر توراش کتب و ممزر یش پسلین چه عجب
میگه که چون وقتی این داره میاد بنویسه، وقتی تو تورا نوشته لویاو ممزر بگه هرشه این سفره میخواد بنویسه نخپز و اینو اکوته و ازگرار شما، اینی خود میدین ناراحته که رای که تورا آمده اینو محرومش کرده، وقتی اونجا میویسه با کوانه نمیویسه. واسه این بعضی میگن که سفر تورایی که ممزر بنویسه کاشر نیست. اتفاقا دیروز کجا بود من تو چیز دیدم، تو اخبار دیدم که تو نیویورک واسه اولین دفعه که میدونم تو آمریکا حداقل یا تو تاریخ یهود یک خانمی اومده تورا نوشته. تورا نوشته به سر خانم ارتدوکس، حلقاشو یاد گرفته و حالا میخواد بره تو همه آمریکا هم بره همه تو کلیسا هم مختلف ببینم چیزای ریفورم و اینا چیز بود که خانم رو تشویق بکنن که بیان تورا بنویسن. واتس علاقا؟ نه. چرا نه؟ تورا ها؟ نه. چرا زن نمیتونه سفر تورا بنویسه؟ میتونه. چرا وقتی تمیزه میقوه برو الان نمیدین سفرهای خیلی چیز هر وقت میخوان اسم هشو بنویسن میگن میقوه. سفرهای که خیلی گرونه بعض چیزه هست که هر وقت میخوان اسم هشو بنویسن میرن این میقوه اونجا دارن، زنم میتونه چیز بکنه. ببین خیلی چیزا زن، مثلا زن اگه شخیطا بکنه کاشره، زن میلا بکنه کاشره. آره آره، اگر تو علاقه می برد باشه چیزی نداره. مادر خانم موشه دستوشه نمید. That's right. ولی اینجا علتش اینه که ببینین، علت این که اینو میفرماین که چرا زن اگه صفت رو بنویسه پاسوله، برای اینکه زن خیوف نداره. زن خیوف چیز تورا خوندن نداره. تورا مثلا برخواه تورا رو مردم چون نداره، مثلا چون زن خیلی تفیلین نداره واسه این نمیتونه کسی که خودش خیوف نداره نمیتونه کسی گرایی بسه بکنه. متوجه هستی؟ کسی که خودش خیوف نداره، خودش ابلیگیتد نیست، چون خانما میتوای چیز ندارن، تورا ندارن، تلمود تورا چیز مرده هست. بنابراین that's the only reason. واسه این راید واسه این میفهمین که راید پسولیم برای چیه؟ به خاطر اینکه اینا خیوب ندارن. میگن تورا به خانم‌ها بده. درسته؟ نگفتم بنویسه. یعنی چی تورا به خانم‌ها داده شه؟ یعنی چی؟ یعنی خانم‌ها هستن که باید تورا نگهدارن، تورا انجام بدن، تورا عمل. میتوایی که بهشون پرتین میکنه خیلی میتوایی تورا هست که خانم‌ها ازش معافن. وقتی میگن تورا به خانم‌ها داده شده یعنی عقلش برو خوب. تو میدراش میگه خداوند وقتی آدم هاشون رو کرییت کرد یه دونه میتسوا بهش بیشتر، یه دونه میتسوا بود، از خوا نپرس. به کی داد؟ به آدم هاشون داد، دید که نشد، چون خوا نخواست نشد. هشم وقتی خواست تورا بده گفت دیگه من دیگه I don't make the same mistake again، این دفعه اول از خانم‌ها میپرسم تورا رو میخوان یا نه. وقتی خانم‌ها اول واسه این تورا رو به خانم‌ها چیز کرد، گفت هشم چی گفت به موشه رابینو؟ هشم چی گفت؟ گفت برو به بیت یعقوب، کتومر لبیت یعقوب. اول رفت موشه رابینو از خانم‌ها اسرائیل پرسید شما حاضرین تورا رو قبول بکنین؟ گفتن بله. قبول کردن تورا دست می کشم تورا داد به اینا، یعنی چی؟ یعنی اینا میتوا که شما بعد انجام بدین اینو اینا اینه، قبول دارین؟ گفتن بله. بعد رفت به مردا گفت، این دفعه دیگه گفت وقتی خانم‌ها اوکی دادن دیگه تا خانم‌ها اوکی ندن نیست از گنه هپن. ولی منظور این نیست که تو اینو تورا به خانم‌ها داده شد که همه میتوای تورا رو با خانم‌ها، نه، خانم‌ها باید میتوای که چه میتوای مختص خودشون انجام بدن. هر میتوایی که می‌دونیم که محدودیت زمانی داره خانم ازش معاف هستن. هر میتوایی که محدودیت زمانی داره مثل سیسید، مثل تفیلین، الان روش هاشا نبود، شوفار هم خانم ها دیانت آبلیگیده، خانم ها میدونه این که میرن شوفار گوش میکنن، it's just they wanna do it، ولی اجباری نداره خانم ها شوفار گوش کنن. چرا؟ چون هر میتوایی که محدودیت میتوات هستش از زمان گرامان، میتوایی که الان میشه انجام، مثلا شوفار فقط روش هاشا نمیشه زد، بعدش نمیشه، قبلش هم نمیشه خانم ها ازش. چرا؟ چون خداوند میگه که برای من به کارهای مادر کارهای خونه بکنه واسه مهمتره تا بیاد میتسوای من انجام بده. اونا رو انجام بدیم سنیم بالا رفتار
میخواد بکنه دیگه بچه‌ای نداره نگهداری. شما میخواد بکنه میتونه بکنه. من میگم تو را نوشتن من دارم میگم. نه نه ولی قانون نه ببینید این قانون کلیه. قانون کلی اینه که یک میتسوایی که وقتی که و چون خانما ببینید خانمی که بخواد شفار خانما نمیتونن بزنن. روز روش هشتر از جمعی ما یه همسایی داریم یه ربای کنسرواتی زنه کیپای قشنگ سرشو شوفر هم دستش داشت میرم بدم چرا very nice کیپای خیلی قشنگ چرا نمیتونن خانم ها شوفر بزنن این کاری که ریفورم ها کنسرواتی کنن اصلا قبول نیست مردای اوتسه نمیشن چون زن خیوب نداره چون زن مجبور نیست که میتونه انجام بده به قول شما هم اینو اگه بخواد میتونه ولی چون خیوب نداره خیوب یعنی obligation این باید بیشتر ارزش داشته باشه رب چی؟ یه آدمی که داره اکسترا انجام میده باید یه پلاس باشه خیلی هم میگن نه she's gonna get big خانمی که میره شوفارو گوش میکنه خیلی بیشتر سخار میگیره because she's not obligation سرش بحثه بعضی میگن که بیا ببینین سرش بحثه آیه جدا مثلا زنی که بره شوفار رو گوش بکنه بیشتر ایورد میگیره یا مرد بعضی میگن چون بره دل بخوای داری میکنه بیشتر ریورد بعضی میگن نه میگن وقتی که ریورد وقتی که مجبور باشه ساتان میخواد بگه نکن متوجه هستی وقتی که I have to do this mitzvah ساتان سنگ نیزی که آدم نکنه واسه میگن مردی که انجام بده ولی درس ها خیلی میگن که اتفاقا سخاری که میگه it's a lot because she doesn't she's not obligated موضوع obligationه خیوب یعنی obligationه خانوما obligation ندارن که شوفار گوش بکنن چرا؟ چون عقادش برخو میفرماید که من برای من اون رولی که زن چیز میکنه که بیاد که زن خونه رو ران بکنه بچه ها رو تربیت بکنه این خیلی مهمتره تو بیاد اینا کنی امجین مثلا اگه مثلا خانم هم خوب بود نمیدونم خوب بود سری خود برن و تفیلی میزنن و سیزید بزنن و بعد بچه شقیقه داره جیغ میزنه مامانش رو داره تفیلی میگذاشته و رفته کلیسا رای سو حقا دوش برو خوب نمیتونی بیای شوفار گوش بدی میگن تو مجبور نیستی حالا اجازه چون مجبور نیست نمیتونه بیاد شوفار بزنی مرد رو یوتسه بکنه رای کسی که ببینه همیشه حلاخا اینه ببینین هیچ کسی که خودش خیوب نداره مثلا فقط مثلا بچه که برمیتوا نیست بچه که برمیتوا نیست نمیتونه شفار بزنه نمیتونه برای ما تورا بخونه برای ما مثلا اینه مفطیر میدیم این بچه کوچیک. بعد چرا؟ چون خودش خیوب نداره کسای دیگهی که خیوب دارن نمیتونه یادسه بکنه برای این سیستم فینگ شفار هم و خانم هم همینه چون What's wrong که خانم‌ها یاد بگیرن شوفار بزنن واسه خودش میتونه بزنه زن نه ولی این که بخواد چون مرد خیوب داره زن نداره that's the only reason که شوفار نمیده تورا هم is the same thing چون خانم‌ها خیوب ندارن که تورا رو بنویسن و تورا ندارن واسه این سفر تورایی که یه خانمی بنویسه این سفر کاشر نیست چون مرد ها خیوب دارن واسه خودش میتونه چیز بکنه نه So this is you know حالا اینجا این جریان ممزر هم که میگن که چیزی میگن که سفر تورا گفتیم خیلی کابودش بالاست ممزر تا شروع چیز باشه ممزری که اون در حلاخا میگن که میشه اینا یک اینا شورخانه خیور دعا یه سفر توراش کتاب ممزر یه شپسلین راید و همیتونم گرتوشاو و بعضی میگن که نه کاشره حالا چه عجب میگن پاسوله همجور گفتیم چون ممکنه که چیکار بکنه وقتی چون راجب این نوشته لو یاوو ممزل غلشم این پاسولی که بزنین اینا واسهش دردناکه وقتی اینو بخواد بنویسه اینو با کوانا نمیسه ولی اینجا اتفاقا یه چیز دیگه میگه اول بهمت تمز اینو ایقار دیم که امای کل از سفر تورا پاسوله یعنی دامی لوه از وقتان شنم خیده میمیتودیم یعنی جدن این لحاقی پسولی میخطب سفر تورا واقعی نمی گروم همزر یش کما به کما میتفوت شنم خیده میم باهم
چون گر و ممزر بعضی از میسوار توش خیوب ندارن، بنابراین میفهمن که این سفتوره که بنویسن رایت سفتوره کاشر نیست. The same میدونین چیزی که بستگی داره به رایت به خیوبشون. فاین، میریم سر پاسخ بعدی. لو یاوو امونی و معاوی به غلشم. همینطور تورا میفهمید که امونی و معاوی مثل ممزر، یعنی کسایی که بعدن میبینیم که اینجا منظور مرداشونه، زناشون. الان میدونین الان ما این هلاخا اجرا نمیشه چون ما نمیدونیم کی امونیه کی معاویه، رایی دیره همه قاطی شده، کی امالقیه بیدون نا، الان همه ملل مختلف با هم دیگه قاطی شده. واسه همین ما هر کس که بخواد بیاد اسرائیل بشه، as long as سینسیر مکشور بکنیم که تمام میتوهای تورا رو بلا استثنا قبول بکنیم و قبول بکنیم. right. تورا میفهمد لو یاوو امونی و معاوی به غلشم گم دور اسیری. اینجا هم یه حتی دوره دهم، هم حتی پشت دهم. لو یاوو الهم به غلشم عدولم تو عبد. و اینجا جالبه که تورا اینجا علت میده سر ممزر. تورا هیچ علتی نداد، گفت نمیشود اتسید. سر امونی و معاوی تورا میفرماید که گمدور اسیری لو یاوو به غلشم. چه عجب، چرا تورا میگه که ما اجازه نداریم که از اینها قبول بکنیم که بیان اسرائیل بشن؟ الدور اشر لو قدمو اتخم بلخم و بمعیم بدرخ بزدخم مصرعیم. به خاطر اینکه اینها رایت شما را لو قدمو، یعنی به پیشوازتون نیمدن. چنک ها؟ چنک ها؟ نه داره میگه که امونی و معاوی ها وقتی اسرائیل رفتن دو تا علت میگه تو را. میگه چون بعد درخ بزن وقتی ما از مصر خارج شدیم اینا به جای اینکه بیان بین از ما پذیرایی بکنن، ما فامیلیم. رایت امون و معاو نه تنه فامیلیم، اینا بینید اصلا امون و معاو این اصلا زندگیشون بخواد ابراهام جون اینا نجات داد. جنگ سدوم وقتی که لوط و بچه خانواده‌اش همشون به اسارت گرفته شده بودن، ابراهاموین رفت جون خودش رو به خطر انداخت و جنگید و اینها رو آزاد کرد. The other life to us، تو ابراهاموین. اینا خوب بود حداقل وقتی بچه‌های ابراهاموین رو از مصر دارن میان بیرون، بیان چیکار بکنن؟ بیان از اسرائیل پذیرایی بکنن، از چی بکنن؟ تورا میگه چون این کار نکردن، چون حکارت اطوف نداشتن، اپریشیشن نداشتن، یه علت میگه واسه این الدبار اشر لو قدیمو اتخیم بلخم و معیم بدر خود بزرگیم. و یه علت دیگه هم میگه و اشر سخر لخواد بیلان بن به اور میپیتور ارم نهاییم لقل لکن. و همینطور به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این امون و معاو اینا بودن که رفتن و بیلعام راشا را هایرش کردن که بیاد و چکار بکنه؟ بیاد شما را نفرین بکنه که میخواد سرده از بین ببره. این دو تا علت را میگه، به خاطر اینکه از شما چیز نکردن. خیلی عجیبه یه هم به خاطر اینکه رفتن و بیلعام. خب واسه مصری ها اینا نمیگه، مصری ها خیلی بیشتر بدی کردن با ما، مصری ما دوره سوم قبول میکنیم اگه بخواد بیاد اسرائیل بشه. و بعد تورا ادامه میده که ولو اوا اشم ملکه شما ال بیلعام عقلش برو نخواست. میدونیم وقتی بیلعام میخواست اسرائیل رو نفرین بکنه، عقلش برو اون روز اصلا خشمگین نشد و چیکار کرد؟ و یهفخ عقلش برو خوب و یهفخ اشم ملکه خلق تقلال برخه خداوند، اون نفرین ها برعکس تبدیل به برخه کرد. ما دو مرتبه روز جمعه حترات قلالوت داریم، رایت؟ همیشه قبل از روش رو داشتیم This coming Friday دو مرتبه حترات قلالوت هم میگیم، میگیم که اینجا گمه اگه کسی ما رو نفرین کرده، حقا دشمن خود نفرین رو تبدیل کنه به چی؟ به برخا. مثل اینجا، مثل این بیلعام و یعفا هشم رو برخا که یعفا که چون حقا دشمن خود تو رو دوست داره. و تو را خاتمه میده که لطی دروش شلو من به توفتام کلی همه خاله اولام، هیچ وقت تفحص نکن، don't pursue I guess،
سلام شالوم با اینا رو و خوبی اینا رو تمام عمرت. این میدونین خیلی خیلی ثقیله. این میگه که تورا به این شدت رجب هیچ رجبت مصری ها تورا اینجور مصری ها خیلی بسیار ظلم کرده همچیزی تورا نمیگه لطی دروش بشلومام اینا اینا ببینین اتفاقا پاسخ بعدی برعکس میگه لوت تعب ادومی که آخی خواهو مکروه مدار ادو ادومی ها رو اینو بر فامیل تن لوت تعب میتری تورا میگه چی؟ و همینطورا مکروه مدار مصری ها رو تورا میگه که گرهایتو برسو چون غریبه بودی تو سرزمین چه عجب؟ چه عجب مصری ها خیلی به ما بیشتر ظلم کردن اینو میگه که نه اینا رو مکروه نداشت بعدا میگه که دوره سوم میتونم بیان اسرائیل بشم بیان دختر اسرائیل میتونم بگیرم ولی اونجا کی به ما بیشتر ظلم کرد؟ پرعو یا امونی و معاوی؟ امونی و چیکار کردن؟ امونی و معاوی چیکار کردن؟ نیومدن به استقبال تو. خب که فاین رفتن بیلم هم گرفتن که بیاد نفرینت بکنه بیگ دید. ولی از به مصری ها مصری ها و چقدر اینا عبودت پارخ و نمیدونم و یه مرارود خیهم بلاهایی که نازی ها سر اسرائیل آوردن تو مصر سر اسرائیل آوردن بچه های اسرائیل اینجوری از بین ببرن فلان اینا. چرا اینجا تورا پشک انداخته به چی؟ به امونی و معاوی. حالا البته اینجا گفتنی بسیار است ولی حداقل شروع بکنیم این هفته رایت که اینجا این که نوشته که رجوع به امونی و معاوی رایت الدور رشی چی میگه؟ الدور به خاطر ها اتسا شیعتسو اتخم لختیخم رایت بیدور بیلام رایت چیز میگه که اینجا سوتورا رشی میفرماید که اینجا ببین به خاطر چیه؟ چرا اینجوری تورا پشک انداخته با امونی معاوی؟ به خاطر این اتسا شیعت رو اتخم لختی اتخم چون اینها میخواستن شما را آوونکار بکنن. اینا بعدن دخترها فرستادن سراغ جوانه اسرائیل رایت اینجا یعنی یک یسود یه چیز خیلی اساسی میبینیم کسی که میخواد ما را آوونکار بکنه از کسی که قصد جون ما را میکنه طوره داره میگه که این خیلی بدتر کسی که دو مرتبه دفعه را بن داوید میگفت را بن داوید دفعه چی همین مخشم عربان هم سوسای بامین کرده بودن اینجا بود را بن داوید چقدر از بین برده بودن فلسطینی ها این مخشم ها همون وقت هم اینم توی سیاری میشنه یا گفت این کسایی که میرن تو گفت این اون وقت هم همینه بودم تو چیز بود تو پارلمان اسرائیل میخواستن نمیدونم زنگ که بیان بچه ایشوار ببرن ببرن سربازی و از تورا باز دارن چون اینا رابن داوید گفت کی بدتره فلسطینی که میخواد اسرائیل رو میکشه یا کسایی که میخوان چیکار بکنن میخوان ما رو از تورا با میسفوت باز بدارن تو تورا داریم میبینیم صریحا اینا اینجا داریم مقایسه بکنیم مصری ها هیچ وقت نخواستن که اسرائیل رو بیان نمیدونم مسیحی بکنن یا از راه به در ببرن اونا قصد جون ما رو کردن بچه های اسرائیل بگیر بکش right. فیزیکلی یا اینو یا همه شکنجه که بهشون دادن فیزیکال بود ولی اینا میخواستن اسرائیل رو چیکار بکنن خطا کار بکنن بودن دختره چه فرستادن سراغ اسرائیل ها رشی میگه به خاطر اینه لویا و امونی به خاطر چه الدور الاتساش یا اتسو اتخم لختی اخیم بیدور بیلام right. و درخ که شایدتن به تروف و کی بود وقتی شما تو راه بودید و میدونید به اون صورت چیز نداشتید ایشو و درد نداشتید اون وقت بود که اینا از این موقعیت استفاده کردن و میخواستن شما را از راه به در بکنن و میگه لطی درشت بشلوم هم مخلال شنمر یخول اف زکه تبلیغ من لطی درشت بشلوم هم یعنی با یک کسی که تو رو داره میگه یک کسی که میدونی میخواد
تو را از راه تورا و امونا خارج بکنه، هیچ وقت با این مدارا نکن، با این صلح نکن. بله. حالا خدا بیامرز پدر من همیشه حرف از خلوص میزد، خلوص غیر مذهبی. بله. اسمش هم می آورد، اسمش هم می آورد. یه نفر یکی رفته بود و اسمش بگم نگم کنم، اسمش حناسان بود اشتباه نکنم. ها یک کسی بود، اینا جوا از ایران رفته بود، قبل از کشور اسرائیل رفته بود اسرائیل، تو این کیبوتس ها اینا لامصب شده بود، همه جا تو کیبوتس ها اصلا چیزش کرده بودن. کیبوتس ها اون وقت همشون چیز بودن، کمونیست های بیدون داتودین. بعد برگشته بود فرستاده ایران نماینده خلوص با چند تا از اسرائیلی ها اومده بودن خلوص، و خیلی هم پاپیلار بود و اینا بود. ولی اینا میدونین بعدش خلوص داتی اومد، خلوص داتی مذهبی بوده، خیلی فهم اینا. من پدرم خدا بیامرز اصلا من هیچ وقت اینا آمده بودن تو کرمان، پدر من شده بود نماینده اینا. اولش چی میدونستن؟ نمیدونستن اینا چقدر اصلا دات و دین ندارن. اینا از اسرائیل اومدن مثل ناوی بودن واسه شون. بعدن اینا واویلا چیکار میکردن؟ همه خلوص میگفت چیکار میکرد؟ دختر پسر رو میبرد روز تیشا به آو پیکنیک، کباب و شراب و با هم دیگه برقصن و فلان کنن و اینا. چه چیده اینا ببینید دریز یک کتاب نوشته شده یلده تهران. یه 400-500 داره. خب بچه های مذهبی، اکثرشون مذهبی بودن. اینا از راه بیراهه تو جنگ جهانی دوم از طریق روسیه و از طریق دریای خزر میان رشت رو میان تو اسرائیل، نجات پیدا میکنن و جویش کامیونیتی ایران هم اینا میانش رو تهران، میانش رو تو تهران. پدر من اینا رو تعریف میکرد تو بهشتیه، اونجا رو چیز میکنن، ازشون بهترین پذیرایی میکنن. بعدن نماینده های همین خلوص و اینا از اسرائیل اومده بودن، شب کیپور این بچه ها رو برده بودن سینما. پدرم چیز میشه اینا تفلک ها، بچه های بعضی مذهبی نبودن، بچه های مذهبی رایت. اینا دیبر حالا کی خطرناکتره واسه ما؟ کسی که مصری که میخواد ما رو بکشه، یا متاسفانه کسی از خودمون که میخواد چیکار کنه اینا، یا توی اسرائیل میدونیم اینا الان خیلی دارن اینوستیگیت میکنن. چیزی این بچه های این یمنی ها رو که از یمن آوردن، خیلی این بچه های یمنی که از آورده بودن همین سخنوت و اینا آورده بودن اسرائیل، همون تو فرودگاه اینا رو اینا تو فرودگاه بچه ها رو از پدر مادر ها جدا میکنن. بچه هاشو میگه بچه ها تو میفرستیم کیبوتس به جای خیلی خوب. بعد اصلا به پدر و مادر میگم بچه هاتون از بین رفتن تو کیبوتس. بعدن چیکار کردن؟ نه بچه ها رو چیز اینا الان دارن تو اسرائیل اینا رو اینوستیگیت میکنن. متاسفانه اینا انقدر میدونین با مذهب با یهودیت زدیت داشتن، اینا it's a fact. اینا چیکار میکنن؟ میگن بچه هات مرده، بدبخت. بچه هم میگن پدر مادر نداری تو، that's it. کیبوتس رو برن و چی دونه جانه چیزش میکنن، میرن اونجا چیزاش رو پیوتشون رو کات میکنن. یمنی که بودن پیوت داشتن، همشون بنگول همشون تردیشون هم بودن. متاسفانه حالا کی تورا داره میگه که این هیچ وقت با شالوم نکن. الان هم هستن اینا؟ الان نه، الان نه، نه بابا الان نمیذاره. الان چون بین الان مذهبی ها تو اسرائیل قدرت دارن، تو دولت هم. اون وقت جوری نبود. این وقت ببینید متاسفانه ببینید چون این بانی ها این خلوص ها و اینا اولی ها اینا خیلی چون کمونیست بودن، کمونیست هم میدونین چیز گفته بود لنین و ستالین و اینا گفته بودن که مذهب چی گفته بودن؟ اوپیوم فور دی ماسس، تریاکه که بخواستن مردم ها دوب بکنن فلان. اینا دشمن چیز بودن دیگه، دشمن دات و دین بودن. اینا هم اینجوری بودن متاسفانه. ولی منظور اینا الان دید اینا میبینیم کلیرلی تورا به مصری اینجوری چیز نمیکنه، تا جایی که به امونی چرا امونی و معاوی
قصد چیده نشامای ما رو کرده. اون خیلی سخت داره تو کسی که جسمن میخواد. چرا راه دور بریم؟ ببینین نگاه کنیم، ما خنوکا را 8 روز جشن میگیریم، پوریم ها 1 روز. چه عجب، پوریم همان میخواست جسم ما رو از اون ببره، هاشم میراکل کرده، 1 day is enough. ولی یونانیا نمیخواست ما رو بکشن، یونانی میخواست ما رو بویم بکنن، میخواست رو نشامامون بود. اون وقتی پیروز شدیم 8 روز جشن میگیریم. same thing. و طبعا جالب هم هست که اگه نگاه بکنیم تو تورا وقتی که به چیز میرسه، وقتی خداوند با مسیحا که میخوام بجه هشم چی میگه؟ خداوند میگه هشم ایلاخم لخم وطن تخریشون، شما لازم نیست به جنگید، هشم وسط رو میجنگه. right؟ به مسیح، با مسیحا که رسید و اخوادوش پایین رو غربشون کرد. ولی به امالق که میرسه چی میگه؟ میگه به خلق خرناشیم، باید برو، خب باید بریم با خودت، باید بریم به جنگی. امالق دو مرتبه، امالق میخواد اون رو از امونا برداره، این خودمون باید بریم به جنگی. اون که جسم در خطره، عقلش برخو میگه اتم تخریش. It all fits the same. البته این یک علتیه که گفته میشه که چه عجب عقلش برخو این طور چیز میکنه که امونی و معاوی هیچ وقت، میگه هیچ وقت با اینا چیز نکن، باشون هیچ وقت شلوم نکن. right؟ یه علت دیگرش تورا میفهمید که عرشه لقید، همش گفتیم، میگن که چون اینا حقارت اطور نداشتن، اینا gratitude appreciation نداشتن. همش که عرض کردیم امون و معاوا ابراماوین آلا با شلوم، اون بود که اینا رو چیز کرد. امون و معاو ابراماوین رفت جون اینا رو نجات داد. اینا بیان بچه های این با اسرائیل ها بچه های اینا هستن. شما خوب بود راید به جنگ با اسرائیل بجنگید، برین از اون چیکار تورا داره میگه؟ چرا نرفتی ازشو پذیرای؟ وقتی اومدن تو گالیوت از مصر اومدن بیرون، اینا پسرعموهای ما هستن. نه تنها پسرعموهای ما هستن، انقدر ابراماوینو جان فشانی کرد بعد واسه اینا که رفتن اسرائیل رو بهشون جور رفتار کردن، دیدینم گراتیتود، اینا اپریشیشن نداشتن. و بعد اینو، این کسی که اپریشیشن نداره نمیتونه اسرائیل بشه. واسه این تورا میگه اینا رو قبول نکن، چون اینها حکارتتوب ندارن، اینها gratitude ندارن، نمک نشناسن، شکرگزار نیستن. یهودی بودن با چیه؟ یهودی از تودا میاد، تودا یعنی thank you. کسی که حکارت اطوف نداره، کسی که appreciation نداره، این نمیتونه بیاد. اصلا وقتی انقدر خصلتش بده، میدوتا بد داره، اسرائیلر علامتشون چیه؟ رحمانیم، بشانیم، گمله خزادیم، بیشتر از هرچه اسرائیلر با مدرنی صبح بلند میشن. مدرنی چیست؟ gratitude، تشکر. اتفاقا اینجا دیروز یه میدراشی گفته بکنم، اینجا بود ششم روز دو بود، I don't remember when was it، but I just heard it from my son، درست الان قبل از کیپور هم هست. I think it's a good موسار خیلی خوبیه. یه میدراش هست میگه که چی؟ میدراشه که میگه یه نفر، دو نفر با هم دیگه میخواستن برن مسافرت طول و دراز، و راه میفتن و با توشو فلان که برن مسافرت. وقتی راه میفتن، بعد از این مدت یه فقیری میاد از اینا صدقه میخواد. یه کدومشون صدقه میده؟ بله، این حلقه هست، هر کس دست دراز میکنه یه چیزی بهش بده. بله، unless you know که right که طرف چه دیت سام جاستیفاید. right سو یکو میگه، یکو میگه نه، هر چه میبینم نم اینا چه برو یکیش نمیده، یکی صدقه میده که نمیده. میرن بعد میرسن به یه جای خطرناک، میرسن ساتان بهشون ظاهر میشه، میگه ببینید بچت، شما اینجا عجلتون اومده، من دستور دارم که دو تایتون نشماتون رو بگیرم، منتها تو که صدقه دادی به خاطر پروتا چقدره، صدقه دادی 50 سال به عمرت اضافه شد، ولی تو اشهد من بگی اشهد بگو دتسی اینم هر چی میگه، میگم حالا میدم، حالا من صدقه میدم. میگه نه it's too late. میگه بشه، میگه که میگه ببین، میگه مثلا این کشتی ها وقتی تو ساحله
اگه قبض که بدن تو آب یه سوراخ کوچیک داره، اون پروتئینی که تو دادی واسه صداقا رو میتونی باش پنچریشو بگیری غرق نمیشد، ولی وقتی افتاد تو اقیانوس الان دیگه نمیشه واسش کرد. میگه نمیشه، میگه نه، میگه اوکی فقط یه مهلت به من بده. میگه چیکار؟ میگه میخوام از خداوند تشکر بکنم. چی تشکر بکنی؟ میگه خب حالا خداوند میخواد چیزی که جون منو بگیره، من نمیدونم 60 70 سال زندگی کردم، I want to have appreciate، میخوام خداوند تشکر کنم ازش، میخوام بگم thank you for so many years که انقدر به من نفس دادی زندگی کردم تا بشه. میگه واو تو اکرات تو داری، اپریشیشن داری، تو هم 50 سال گرفتی، برو. واو آدمی که اپریشیت بینی آدم جدن اینه، آدم میخواد قبل از اینو کیپور بخواد بریم به درگاه هشم رومون سفیده ایشالله، آدم چیز باشه اگه آدم بره بگه خدایا بده و خاطر اینا رو بگیم همشه، ولی چه میگیم خدایا تشکر، thank you very much، باروخ هشم از تمام محبتی که هشمه میده، قد شناسی کردن اکارت توف داشتن، اونم به عزت شده. اینجا سگوله میشه، سگوله میشه برای چی؟ برای به عزت هشم همیشه میگیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ایشالله شاکر باشیم و حکارت توف داشته باشیم و مثل همه گمر ختیمات توبه بذاریم.